سلام، خوبید؟ ممنونیم که با یه برنامه دیگه از سری جدید فصل مشترک همراه شدید. شما خیلی تلویزیون نگاه میکنید یا همینطور اتفاقی امروز با ما همراه شدید؟ اگه اتفاقی بوده باشه باید بگم که برنامه فصل مشترک یه برنامه است برای ایجاد فضایی برای شنیدن حرفای مختلف و پیدا کردن نقاط اشتراکی برای اینکه ما بتونیم بهتر همو بفهمیم و بتونیم بهتر و راحت‌تر با هم صحبت بکنیم. اگه برنامه هفته گذشته ما رو تماشا کرده باشید متوجه شدید که ما در خصوص مشرق الاذکارها یا همون معابد بهایی باهاتون صحبت کردیم و نگاهی داشتیم به سبک معماری آخرین معبد قاره بهایی در کشور شیلی. معابد و نقش اونها در جامعه به نظرم خیلی مهم بود. یه گشتی که توی اینترنت می‌زدم به نکته جالبی برخوردم. کارشناسان معتقدند که در دنیای کهن و باستان معابد قلب تپنده شهرها بودند و قسمت‌های دیگه شهر مثل بازار و مناطق مسکونی به صورت دایره‌وار حول این معابد بنا می‌شدند. به همین خاطر میشه گفت نامگذاری معابد هم بی ارتباط به نقش اونها در جوامع شهری نبوده. مثلا در ایران ما نیایشگاه‌هایی برای خدایان می‌ساختند که والاترین اونها رو زیگورات می‌گفتند که در لغت گویا به معنی رفتن به سوی آسمانه. یکی از زیگورات‌های باقی مونده زیگورات چوغازنبیله که در اطراف شهر باستانی شوش هنوز بقایاش رو میشه دید. اما نمونه‌های مدرن این نوع شهرسازی رو میشه در جوامع اسلامی و شهرهای اسلامی دید که چطور این معابد و یا مراکز مذهبی و آینی در مرکز شهرها در یک مقطعی از زمان قرار داشتند و بخش‌های دیگه شهر حول این معابد و مراکز بنا می‌شدند. گفتیم که در دنیای کهن معابد به نوعی قلب تپنده شهرها بودند. داشتم فکر می‌کردم که آیین بهایی هم همین روی کرد و تقریباً به معابد داره و همین طور بهش نگاه می‌کنه. در آیین بهایی بهایان باور دارند که مشرق الاذکارها باید محلی باشند برای پیوند بین نیایش و خدمت. یعنی چی؟ یعنی اینکه محلی هستند که افراد میتونن برای اونجا راز و نیاز بکنن و در این حال فرصتی داشته باشن تا به نیازهای فرهنگی و نیازهای اجتماعی خودشون هم نگاهی داشته باشن. بهایان بر این باورن که در اطراف مشرق الاذکارها باید امکانات آموزشی و فرهنگی ایجاد بشه. همینطور میتونه مراکزی برای نگهداری از سالمندان، بیمارستان و یا مراکزی برای کمک به افراد بی سرپرست تعبیه بشه. به نوعی میشه گفت این روی کرد این نگاه رو داره که این مراکز از اون کارکرد صرفاً مذهبی خارج بشن و به نوعی بتونن بستری رو ایجاد بکنن که افراد بتونن خدمت بکنن به جامعه خودشون و فضایی داشته باشن که در طریق اون بتونن با بخش‌های مختلف جامعه در ارتباط باشن. Todo evento Bahá'í gera uma energia espiritual muito grande. Então, o que espero desse momento, dessa conferência, é adquirir força espiritual, energia espiritual para dedicar ainda mais ao serviço da fé. Então, eu creio que todos vieram aqui buscar alguma coisa, buscar essa energia, esse amor de Bahá'u'lláh, para poder, ao voltar para suas casas, poder dedicar inteiramente à fé. Bueno, es muy emocionante estar en un evento así, un evento que 5.000 personas de todas culturas, todas partes de la humanidad, representan la raza humana aquí en Santiago de Chile. Hoy día hasta el taxista estaba emocionado, sí, porque realmente es un evento histórico. La verdad, estoy impresionada de que nuestro planeta es realmente como un país y todos nos juntamos aquí realmente sabiendo que somos uno. شما هم میتونید مهمان بخش فصل ما در مجموعه فصل مشترک باشید
و ویدئوی نظراتتون رو برای ما بفرستید تا ما برای دیگر بیننده هامون پخش بکنیم. کافیه که از موبایلتون به عنوان مثال استفاده بکنید، نظرات خودتون رو ضبط بکنید. فقط یادتون نره که موبایل رو به صورت افقی نگه دارید وقتی که ویدئو ضبط میکنید که قاب قشنگتر و بهتری به شما بده و هم برای پخش کیفیت بهتری داشته باشه. در برنامه هفته گذشته با آقای فرزاد فردوسی معمار بهایی صحبت کردیم در خصوص سبک معماری مشرق الاذکار شیری، آخرین معبد قاره بهایی در کشور شیری و در قاره امریکای جنوبی. فرصت نشد که نگاه کاملی داشته باشیم به نقش معابد در جوامع بشری. بخشی از گفتگوی ما با آقای فرزاد فردوسی در این ارتباط بود که در این برنامه ازتون دعوت میکنم اون بخش رو تماشا بکنید. مشغول از کارهای باهایی درش به روی همه افراد باز هست و مختص به باهایی ها نیست. بله. استقبال مردم و غیر باهایی ها به خصوص رو در مراسم افتتاحیه این بنا چطور دیدید؟ شما حضور داشتید درش؟ ولی مراسم افتتاحیه بنا چون میدونیم حدود 5000 نفر در این برنامه ها شرکت کردن، چون برنامه تنظیم شده بود با یک سری توری که تورای در حقیقت 500 نفری 450 تا 500 نفری می بردن برای دیدن ساختمان. خیلی برای من الان این جواب رو ندارم که بگم چطور بود، چند نفر از ادیان مختلف در اونجا بودن، ولی میتونم بگم از نژادهای مختلف اونجا بودن، چون دیدم با چشم خودم از واقعا با این لباسهای مخصوص خودشون از هر کشوری در اونجا میدیدیم اینو. ولی به طور کلی در مشرق الاذکار دیگه بودم که وقتی در مشرق الاذکار باز به روی هر کسی که وارد این میشه با هر نوع طرز فکری، دیدم که مثلا در مشرق الاذکار هند در دهلی بودم که وقتی وارد این سالن میشیم که همه با یه حالت سکوتی وارد میشن و یه جایی رو انتخاب میکنن میشینن و دعا مناجات میکنن خیلی ساکت، در همون لحظه وقتی نگاه میکنین میبینین که طرز فکرهای مختلف از اسلام، از مسیحیت، از بودایی همه نشستن اونجا به طور خیلی با احترام و دارن دعا مناجات خودشونو میکنن و این حالتیه که در تمپل یا این معبد شیلی هم خواهد بود. ولی این روزایی که ما بودیم چون برای افتتاحیه بود برنامه ها فرق داشتن. درست. شما به عنوان یک انسانی که باور مذهبی داره به نظرتون ساخت چنین بناهایی یا چنین معابدی کمک میکنه به تغییر وضعیت بشر یا صرفاً به جهت نمادسازی و سمبول سازی است؟ والا بستگی داره به اینکه اون بنایی که داره ساخته میشه چه فلسفه‌ای پشتش هست. مشغول از کارهای باهایی برای این ساخته نمیشن که یه محلی باشه فقط برای عبادت و به اون تموم بشه. اول اینکه خب محلی هست برای عبادت، ولی در دیانت بهائی این تشویق شده که عبادت بدون خدمت و یا خدمت بدون عبادت، این دوتا تنهایی کار نمیکنه. بنابراین مشرق الاذکار باهایی الان مقدمش اینه که یه جایی برای عبادت، ولی برنامه هایی که داره این هستش که در اطراف این مشرق الاذکارها یک تأسیسات دیگه ساخته خواهد شد که این تأسیسات میتونه تأسیسات مدرسه باشه، بیمارستان باشه، ادب و فرهنگ باشه، علم و دانش و مثلا خانه سالمندان، محلی برای فقرا. خب این در حقیقت اون انعکاس درونی که با دعا مناجات به وجود میاد وقتی وارد یه مشرق الاذکاری میشین، همونجور که عرض کردم با هر نوع طرز فکری، با هر نوع عقیده ای، وقتی شما اینا رو میذارین حالا میایین بیرون با این مؤسسات همکاری میکنین برای در حقیقت بهتر شدن جامعه اون منطقه، در حقیقت باعث میشه
روح انسانی و اجتماع انسانی در حقیقت ترقی بکنه، به اون اوجی برسه که لایق انسان هست، خب در این صورت البته اون ساختمون معنی پیدا خواهد کرد. درست. برای همین هستش که میدونین وقتی شما یک جایی رو میذارین برای عبادت و یک جایی رو میذارین برای علم و صنعت و دانش، این در حقیقت هماهنگی دین و علم هم در همونجا توسعه میدین که یکی دیگه از اصول دیانت بهائیه، و این دوتا وقتی با همدیگه پیشرفت میکنه، من فکر میکنم یک دنیایی رو به وجود میاره که اون دنیای طلاییه که ما همه دلمون میخواد بهش برسیم. ممنونم که با ما همراه بودید و این وقت رو در اختیار ما و بیننده هامون گذاشتید. بازم خیلی خوشحالم از این دعوتتون. خشم. ممنونم که با یه برنامه دیگه از مجموعه تازه فصل مشترک ما رو همراهی کردید. شبکه‌های اجتماعی به خصوص کانال تلگرام ما رو فراموش نکنید. میتونید اونجا به ویدیوها و یا فایل‌های صوتی کم حجم‌تر برنامه‌ها دسترسی داشته باشید و از اون طریق بتونید برنامه ما رو همیشه پیگیری بکنید. صفحه فیسبوک ما رو هم یادتون نره. اگه انتقاد، پیشنهاد و یا نظری نسبت به این برنامه دارید میتونید از طریق آدرس ایمیلی که در پایین صفحه میبینید برای ما نظراتتون رو بفرستید تا ما بتونیم با کمک شما برنامه بهتری تولید کنیم. مثل همیشه فکر میکنیم پیدا کردن پاسخ هر پرسشی میتونه ما رو یک قدم برای رسیدن به یه فصل مشترک نزدیک‌تر کنه. تا یه برنامه دیگه و یه هفته دیگه، هوای همو داشته باشید.